سلام خدمت دوستان و همراهان کانال تحلیلی سیار رنج خوشحالم که با یکی دیگه از برنامه در خدمت شما هستم امروز دوشنبه 27 شهریور 1402 مصادف با 18 سپتامبر 2023 هست برنامه امروز رو میخوام اختصاص بدم به این حالا سالگرد در شروع اعتراضات در ایران که خب خیلی هم روش ما دادن تبلیغ کردن رسانه های مختلف برای اینکه دوباره به اهدافی برسن و به نظرم مثل که پروژهشون با شکست کامل مواجه شده من خودم به شخصه خب خیلی از این وبسایت هایی که حالا کانال های فارسی زبان خارج از کشور شبکه های فارسی زبان هستن وبسایت هاشون رو شاید الان برای بیش از ده ساله که هر روز صبح چک میکنم و میبینم چی گفتن تحلیلاشون اخبارشون رو میبینم حالا بعضی از وبسایت های داخل رو هم میبینم و برای من عجیب بود یعنی اکثر اینها دیگه شاید بیش از 90 درصد صفحه اول برنامه های خودشون برنامه های تلویزیونی خودشون برنامه های رسانی خودشون رو از حدود یک ماه پیش کم کم اختصاص دادن به این حوادثی که سال پیش به وجود اومده بود و خب از یه جهدی عجیب بود از یه جهتی آزار دهنده بود برای کسانی که میخوان اخبار معمولی اخبار روزانه و تحلیل مسائل مختلف رو پیگیری کنن و اون ریتم و روند گذشته براشون باشه برای کسانی مثل من خب خیلی آزار دهنده بود که علاقه به یه سری مباحث داریم و هر روز مثلا مرور میکردیم اونها رو دیگه اخبار انقدر جهت دار و در یک موضوع خاص بود که عجیب بود و اما یک موضوع دیگه این هست که واقعا شما نمیبینید که در کشورهای دیگه مثلا فرض کنید سالگرد اعتراضات جلیق زردها جلیق ها در فرانسه یا سالگرد مثلا اون در کشته شدن اون پوزیر زیر لگت های زیر زانوی پای در واقع اون سرواز اون پلیس آمریکایی خب یه سری اعتراضات شد خیلی دستگیر شدن خیلی مجروح شدن شما نمی‌بینید سالگرد مثلا رسانه های جریان اصلی آمریکایی بیان سالگرد بگیرن برن بپرسن شما چی شد مثلا به حقوقتون رسیدیم هزار نفر بازداشت بازداشت شدن اینا احکامشون کجاست خانواده هاشون کجاست چجوری درمت کسب کردن الان سرنوشتشون شده تو فرانسه همینطور دوباره اعتراضات اخیر چند هز... چندین هزار نفر بازداشت شدن آیا رسانه جنگ هر روز زوم کردن رفتن مثلا دعودن اسم اینا رو در بیارن چی شده چه اتفاقی افتاده الان کجا هستن نمیدونم پولشون دادن ندادن زندانن مشکلشون چیه چه کسی برای اینا مثلا داره مرسی استرایی میکنه اما خب بالاخره این شرایطی که ما در ایران داریم البته اتفاقات سال پیش جای تاسف داره و مدیریت بحران مسلما میتونست بهتر باشه اینکه اعتراضاتی که مردم دارن در حوزه اجتماعی رو به یک بحث امنیتی در متصل کردن این اکثر ایرانیان خارج از کشور و این گروه های اپوزیسیون افراطی مخالفین سخت جمهوری اسلامی بحث دیگه است که الان میخوام بهش بپردازم اما واقعا این شرایطی که در ایران هست بسیار عجیبه و باعث تاسف هم هست از یه بخشی ولی خب دیدیم که در صورت به نظر مثل خودشون اعلام کردن که یک شکست عجیبی خورن یه نکته ای که میخوام بگم این بحث رهبری جریان های اجتماعی شاید مهمترین مسئله است و توی سالیان گذشته اتفاقاتی که در ایران افتاده بود خیلی در مورد این صحبت می شود که جنبش های بدون سر جنبش های بدون رهبر و خیلی از این افرادی که توی این رسانه ها میان و خیلی از این آدمایی که شاید بعضیشون هم استاد دانشگاه هستن اومده بودن این مسئله رو خیلی بوش تاکید میکنن که خیلی خوبه هیچ اشکالی نداره اصلا بدون سر باشه خوبه در حالی که ببینید واقعا اینطور نیست یعنی تجربه ای که ما در مثلا شده بهار عربی یا بیداری اسلامی دیدیم این بود که جنبش های بدون سر بدون رهبر لزوما به موفقیت هیچ به موفقیت نانجام یعنی یک اعتراضی بود که اگرم تغییری تونست به صورت حالا حتی سطحی مقطعی در سیستم سیاسی به وجود بیاره اما در نهایت دوباره به آشفتگی کشیده شد و دوباره در واقع اون سیستم بد یا حتی بدتر سر جای خودش برگشت و بعد بدونیم که بسیاری از جنبش هایی که بدون رهبر و بدون سر هستند، اکثرا به خشونت کشیده میشن اکثرا از اون هدفی که دارن منحرف میشن و اکثرا هم دوچار اختلاف میشن کسانی که حالا در اون زمینه دارن کار میکنن و خیلی چیز مشخصی هستش یعنی این به نظرم یک امریه که از نظر تجربه تاریخی هم اثبات شده است حالا درسته که در سالهای اخیر قرن اخیر حالا قرن 21 منظورمه بحث سوشیال میدیا اومده این شبکه های مجازی اومده شبکه های اجتماعی اومده مردم ارتباطاتشون فرق کرده این تغییرات مشخص نسبت به حالا مثلا قرن گذشته انقلاب هایی که در قرن 20 شد یا مثلا خود انقلاب اسلامی و اینکه حالا مثلا با ضبط صوت ببریم نمیدونم اعلامیه بچسبونیم و خیلی کار دیگه خب الان خیلی چیزا فرق کرده مسلما اون شبکه سازی متفاوت شده ولی اینکه نیازمند رهبر نیست یک جنبشی خب این به نظر من خیلی مسخره است هرچند که همونطور که بعضی از اساتید من گفتن این ادعا رو خیلی افراد یا خیلی از رسانه ها میکنن که جنبش بدون سر هست اما در موقع نیاز و موقع ضرورت اون رهبری که لازمه یک دفعه در خلع قدرت و اون گپ قدرت خودش رو بروز میده حالا ببینید در این ماجرا چه اتفاقی افتاده میدونید که اخیرا هم اعتراض این افراد خیلی زیاد شده یعنی دعوای این افراد خیلی زیاد شده زده بیرون تو شبکه های فارسی زبان اومده توی شبکه های مجازی اومده حالا من یه قسمتی از اون رو نشونم صوت اینها بیرون اومده نامه هاشون بیرون اومده ببینید مسئله یکی که از مخصوصا در ایران به نظر من با شرایط اجتماعی، فرهنگی، ملی، مذهبی شرایط حساس منطقهی که ما درش وجود داریم بحثه تاریخی، دعوای بین سنت و مدرنیته و دعواهای مختلفی که در کشور ما بوده از سیصد سال پیش به این اینکه واقعا همه مثلا نیروهایی که حالا به هر دلیلی خودشون یا به هر صورتی خودشون مخالف جمهوری اسلامی میدونن بخوان زیر یک پرچم واحد جمشن به نظر میرسه نشدنی یعنی اتفاقی که در سال 1357 افتاد یا 1979 و رهبری امام خمینی دیگه رهبری تثبیت شده بود آیت الله خمینی در اون زمان نسبت به همه نیروهای حالا چپ و لیبرال و نیروهای مختلفی که در اون زمان بودن نیروهای اسلامی و اینها اون شرایط شرط واقعا ویژه ای یعنی حالا در کنار مثلا شخصیت رهبر اون شخصیت کاریزماتیک شخصیت عرفانی شخصیت مذهبیش و عاملیت مذهب که اون موقع هنوز در بدنه و بخشی از جامعه بسیار محکم و سنگین بود و اهمیت داشت در کنار بحث اون موقع دعواهای جنگ سر بود دعواهای نیروهای چپ و راست بسیار زیاد بود و شاه حالا درست یا غلطش رو کاری نداریم نمادی از محور امپریالیزم آمریکا و نمادی از یک متحد سنتی مثلا اردوگاه های قرب خودش رو معرفی کرده بود لذا خب چپ ها هم با شاه بسیار مخالفت داشتن حالا البته چپ ها هم خودشون یه طیف عظیمی بودن و اونها هم در بعضی مسائل مثل حوزه اجتماعی یا مخالفت با امپریالیزم بین و مللی زیر چتر صحبت ها و نظرات رهبریت امام آیت الله خمینی اون جمع شدن در کنار این بعضی از نیروهای ملی مذهبی لیبرال ها اینا اومدن دیر اومدن ولی باز هم تا یه حدی اومدن و جمع شدن و میشه گفت که تقریبا تمام نیروها رهبریت آیت الله در اون زمان اون زمان رو قبول کرده بودن و میگم ویژگی های مختلفی داره شرایط مختلف داره مثلا یکی از مسائل مهمش این بود که به خاطر اینکه شاه در سالهای آخر مثلا روابط مخفی پنهانیش رو با اسرائیل گسترش داده بود و عملا اسرائیل نه یک سفارت اما یک دفتر امور تجاری و امور مثلا بیزنس و اینها در ایران داشت که عملا سفارت خونه و عملا یک مرکز جاسوسی و عملا یک مرکز ارتباطگیری با نهادهای ایرانی مسئولین و ایرانی بود در رژیم شاه و عملا شاه مخصوصا در جنگ 1973 عرب اسرائیل که کشورهای عرب عضو اوپک غرب رو تحریم نفتی کردن به خاطر اینکه در جنگ از اسرائیل حمایت میکردن و بحران انرژی در غرب به وجود اومد در 1973 شاه در اون زمان نپیوست به این تحریم کشورهای عرب عضو اوپک و کشورهای عربی بر ضد و نفتش رو پمپاش کرد توی بازارهای بینالمللی به اسرائیل هم کمک میکرد یه خط لوله نفت حتی با اسرائیل سرمایه گذاری کرد و ساخته الان دعوا در دادگاه بینالمللی هست که اسرائیل باید بخشی از سود و سهام اون رو و سود و اون رو مثلا به ایران بده و از اینجور مسائل وجود داره خب در واقع شاه یک نقشی رو ایفا کرده بود که خیلی از کشورهای منطقه حالا همشونا ولی مثلا در مصر حالا قبل از اینکه انور سادات سر کار بیاد در لبنان در حالا بین فلسطینی ها اینها یه گروه های سوریه مثلا تا یه حدی اینها گروههایی از ایرانی ها می رفتن، آموزش میدیدن آموزش چریکی میدن آموزش های مختلف میدن و مثلا منبعی بودن برای حالا گسترش انقلاب یا فع... انجام فعالیت های خودشون بر رژیم شاه خب ببینید اینم تاثیرگذار بود یعنی این که الان شما میبینید مثلا دشمنی یا مخالفت یا مبارزه جمهوری اسلامی با رژیم اشغالگر, اشغالگر قوت رژیم صهیونیستی این یه چیزی نیست که صرفا فکر کنیم حالا ایدئولوژی هم هستا اینا میخوام در نظرم داشته باشید که در اینجایی که ایران حالا مثلا ایران شیعه و این قدم بهش تهمت میزنن در بین بسیار کشورهای معمولا و با حد اکثر سنی گیر افتاده یا احاطه شده مسلما داشتن یک ارتباط قوی یا ارتباط دوستانه با اسرائیل میتونه به ضرر این کشور باشه و تبلیغات سوء برزده زیاد بشه هرچند که حالا شرط جهانی اصلا از اون 1970 1980 به این یه خیلی فرق کرده یعنی 1990 به این ور و شرط الان فرق کرد حالا بحث جداست نمیخوایم وارد بحث اسرائیل بشه. لذا میخوام بگم که اون رهبریتی که اون موقع شکل گرفت و همه زیر اون پرچم اومدن تا تونستن رژیم شاه رو سرنگون کنن واقعا با شرایطی که من میبینم امکان پذیر نیست و امکان نداره رخ بده و این نکته ای هست که دوستان باید لحاظ بکنن در اتفاقاتی که حوادثی که در این سالها افتاده من میخوام چند تا نکته دیگه سری با شما به اشتراک بذارم و یکی از مسائل همونطور که گفتم بحثی هستش که یه صوتی از این آقای محتدی که حالا مال کومله هستم مال نمیدونم جنبش چی میگن کورد های دموکراتیک دموقرات... کردستان هستن من اسم اصلی حزبشون نمیدونم یک صوتی ازشون بیرون اومده بود که دلایل اینکه که چرا حالا اون مجمعی که اینها داشتن به هم خورد به هم ریختش در مورد صحبت کرد مخصوصا بر ضد رضا پهلوی خیلی صحبت کرد بود بعد افرادی اومده بودن جواب داده بودن این تیکر من خیلی دوست دارم که با هم یه مروری داشته باشیم طبق این آقای سیاوش که میدونید برای بی فارسی کار میکنه طبق اظهارات اطرافیان رضا پهلوی مشکل بقیه چهره های اپوزیسیون اوبزیس، خارج کشور در آن دوره کوتاه ائتلاف نه فقط با موزی های مشابه که با موزی های همسرش هم بود حالا برای من جالبه همسر رضا پهلوی قبل از این سالهایی که رضا پهلوی مثلا مستقیم وارد این قضایا بشه خود رضا پهلوی میگفت خود این همسرش هم می گفت که اصلا من کرده بود بچه هاش و همسرش رو حد وارد سیاست نشید وارد این بحثا نشید و بزن زندگی مونو بکنین زندگی راحتی داریم میکنیم مثلا اینجا زندگی مونو بکنیم وارد این قضیه نشیم حالا چی شده که این این انقدر سیاسی شده اینها بحث دیگه است من یادم که پارسال در یکی از گرد همایایی که فکر میکنم در واشنگتن دی سی بود گروهی چپ ریخته بودن سرش و از این فوشایی که مثلا به سلطنت طلبینه شروع کردن دورش کرده بودن بهش فوش می و از اون طرفم طرفداریشون شروع کردن توهین کردن به اینا خب ممکنه کسانی که حالا ظرفیت بالایی در حوزه سیاسی ندارن و فکر میکنن یا این توهم براشون پیش اومده که مثلا همه چاکر و مخلص اینان و همه منتظر اینان وقتی که وارد عرصه واقعی میشن یا یعنی می فکر نه شاید بیش از 20 گروه مختلف اوبسیسیون هستن که هر کدوم مدعی هن. مدعی رهبری مدعی حد اکثر بودن ما مردمی ما علیم و خب اینها به جون هم میفتن برای من جالب بود که این آقای سعید قاسمی نژاد هم میشناسید که از اعضای شاخص FDD البته از این دانشجویان حالا گروه های نام بریم ایران بودن که بعد رفتن اونجا و دیگه الان در کار کاملا وطن فروشی و ویرانی طلبی هستن تحریم های حد اکثری گذاشتن چگونه اقتصاد ایران بخوان فلج کنن و به نظر میرسه که ایشون الان نقش رئیس دفتر یا ایک نقش یکی از نزدیکان آقای پهلوی رو هم عهده که جالبه اینکه حالا آقای پهلوی سفرش به اسرائیل و اینها خودش توش کلی حرف هست ولی اینکه با دست راستی ترین نیروهای سیاسی در آمریکا و جهان ایشون اعتلاف کرده و از زمان ترامپ به این وقت و این خیلی عجیب و خیلی جالب توجه هست که شاید اون جاهایی که مثلا گروه منافقی مجاهدین خلق خیلی دسترسی داشتن با راست افراتی رو آقای پهلوی رفته گفت آقا چرا شما برید من میرم با راست افراطی تا جایی که میتونم در واقع اتحاد به خرج اما بیایم اینجا صحبت هایی که آقای آرش عزیزی گفتن من آرش عزیزی نمیدونم شما میشه سم. با من هیچ نداره اول اصلا بگم خدا شکر با من هیچ اسمتی نداره خیلی دوستان شاید ایشونو بشناسن این یک سرچی کنید که بیشتر با ایشون آشنا شید ایشون و پدرش و اینها بیشتر آشنا بشید فکر میکنم دانشجو تاریخ بوده دفاع کرده در آمریکا در نیویورک و ایشون یه صحبت هایی اینجا میکنه جالب میخوایم مرور کنیم میگه جای تعجبی نداره چون موزگیری ایشان شامل آرزوی مرگ برای بخش های از ای جامعه ایران بوده این در همسر رضا پهلوی داره صحبت میکنه ادامه میده که در ضمن آن چیزی که باعث مشکل با آقای پهلوی شده تفاوت آشکار و 180 درجه اظهارات خود ایشان با نزدیکانشان مثل همسرشان این اعتمادی که همین بالا گفتیم اعتمادی اون یه فرد دیگه است من باش مصاحبه داشتم چندین بار قاسم قاسمی نشاد و بقیه است اشکالی ندارد اگر تصمیم بگیرد خودشان هم مثل دومی صحبت کنند و حداقل تکلیف معلوم شود اما این آقای رضا پهلوی در صحبتاش خیلی لیبراله از نسرین ستوده آیت الله منتظری و محمد مصدق دفاع میکنه میگوید رویش به همکاری با اصلاح طلبان باز است میگوید تصمیم تنها برای خروج از برجام اشتباه بوده می توان تصور کرد که این افرادی که نام بردیم هم چنین بگوین و چنین موضعی بگیرند در واقع داره چی میگه این آقای آرش عزیزی که خودش ضد جمهوری اسلامی هست و فعالم هست در این زمینه و در بحث رسانه و اینها تا جایی که بتونه در واقع پنجه بکشه به صورت جمهوری اسلامی که البته روابط خوبی هم با اصلاح و خود ایشون داره اینو برای من جالبه یعنی چیزی هم هست که خودش رو میگن دیگه من که نمیگم میگه رضا پهلوی در گذشته اینو میگفته هنوز هم میگه که آقا بیاید همه متحد شیم همه با هم باشیم نیروهایی رو در داخل بیاریم باهاشون متحد شیم دیدید همیشه میگه نمیدونم خیلی از سپاهی ها, خیلی از نظامی ها. اینها شما چیز کنید و دلتون با ماست و من باهاشون در ارتباط هم پشت برد و اینا با منن و اگه بریم و اینها باید براشون یه راهی رو باز بزنیم که اینا بدونن اگر مثلا حکومت برگشت مثلا ما همه سپاهی ها نمیخوایم دم تیغ بگذرونیم لذا یه راهی بزنیم که اینها بمونن کمک کن. حرفش جالبه میگه رضا پهلوی گفت آقا من ما نسین ستوده فلانم آیت الله منتظری فلان محمد مصدق فلان از اینا دفاع میکنه از اینا به نیکی یاد میکنه میگه در زمان خودشون مثلا اینا خوب بودن و تنپرست بودن حالا اختلافاتی بوده الو بلو اینا و میگه رویش به همکاری با اصلاح طلبان باز است اصلا جالب این حرفا یعنی مثلا خود اصلاح طلبا خجالت نمیکشن طرف این حرفو میزنه نمیان مثلا اعلام برائت بکنن که آقا مثلا رضا پهلوی زمانی این حرفو زده ما بیایم اعلام برائت کنیم اما چی میگه آیا شلزی میگه میگه مثلا پهلوی در زمان برجام خب طرفدار برجام بوده با اینکه برجام رو مثلا فکر میکرده میتونسته بهتر باشه قرارداد بهتری باشه ولی در نهایت با برجام موافق بوده و با خروج آمریکا از برجام مخالف بوده خروج آمریکا رو اشتباه دونسته خیلی جالب اینا این تحلیلایی که ما داشتیم همه اینا رو به هم ارتباط بدی به اینا میگه ولی این افرادی که من بالا گفتم اعتمادی و همین قاسمی نژاد و اینا خب این قاسمی نژاد خیلی تون روه دوستان شاید ایشونا میشناسن نمیشناسید برید پیگیری اصلا چه آدمی مثلا میره تو کنگره چقدر بر ایران چیز میکنه میگه آقا تحریم تا میتونید بذارید مردم گشنگی بکشن به فلاکت بیوفتن. میگه خب این افراد که مثل پهلوی هم پس چطور پهلوی با اینا نزدیکه چطور این افراد میان میگن ما سخنگوی اینیم سیاوش و الان جوابی میده جالب میگه دو حالت داره یا پیش خودش فکر میکنه رضا پهلوی این دوگانگی مهم نیست و آخرش نظرات خودش نظر تعیین کننده است ولی الان نمیتونه اطرافیانش رو از دست بده یا اینکه یه چیزایی میگه ولی پاش برسه میدونه که نظر غالب همون نظر اطرافیانشه و این توش حرف بسیار زیاد و جالبی داره این رضا پهلوی یه زمانی بلند شده بود میگفت که آقا جمهوری و من اصلا فقط میخوام بحث ترانزیشن قدرت باشه و فقط جمهوری اسلامی نباشه منم اگه میتونم یه نقش کوچیکی دارم و بعد میام چیز میکنم انتخابات بشه مردم هرچی انتخاب کردن بعد یه ذره دیگه گذشت گفت نه آقا من پادشاه میشم اما قول میدم که در امور دخالت نکنم و یه پادشاهی گوگولی مثل مثلا بعضی از این های کشورهای اروپایی من گوگلی میشینم اون بالا و شما بهم یه پولی بدونم من به عنوان یک نمادی باشم و اینها و دموکراسی اون پایین احزاب بیان و کار کنند اخیرا هم که گفت نه آقا دیگه من اگه پادشاه شم بالاخره یه مسئولیتی دارم و یه جایی باید بیام از حق ملت دفاع کنم و فلان اینها یعنی ببینید میخوام اینو بگم حالا خارج از اینکه تربیت و فرهنگ و زندگی بعضی از ما ایرانی ها خیلی خودمونو میگم و شخصیت خودمون میگم خیلی دیکتاتور منشانه است دیکتاتور معابانه است خیلی از درون دچار در واقع استبداد زدگی هستیم ذهنمون و اینها ولی اینا هم همینطور هم پدر بزرگش هم همینطور بود باباش هم همینطور بود یعنی خیلی هم ماهایینیم وقتی به قدرت میرسیم و اون پایه قدرت هم بر مبنای چیز درست حسابی بنا نشده مسلما در نهایت به بحانه های مختلف قدرت رو رو چنبره میزنه و همه قدرت رو از آن خودشون میکنن و این نکته جالبیه یعنی گول این دروغ ها و ظاهر های این افراد رو نباید خورد حالا بقیه این رهبران هم که فاجعه تر از ایشونن ایشون فاجعه است بقیه هم از ایشون فاجعه تر کسی که خودشون رهبر قلمداد داد میکنن دیگه حالا آره من بقیه این دیگه حالا آره مهم نیست سری اینو بخونم خب همین آر... آرش از جواب داده که خب همین مزحک است دیگر و البته نشانه عدم پختگی سیاسی ایشان اعتمادی به عنوان رئیس دفتر ایشان در جلسات مختلف معرفی می شود می توان تصور کرد که مثلا بایدن با مقامی دیدار داشته باشد بعد رئیس دفترش بلافاصله بعد از آن جلسه مواضع 180 درجه متناقض بگیرد یا مثلا جیل بایدن زن بایدن هم مثلا چنین کاری بکنه خلاصه حالا دیگه کاری نداریم آن عدم پختگی هم به این خاطر میگویم که هر کس ذره دیده دید سیاسی داشته باشد میبیند که همین تون ها باعث شده میزان حامیان او کاهش پیدا کند طبیعی هم است که چون این ویژگی هر نوع تون چه از چه, و چه از راست چند نفر را به پایگاه بالقوه و وسیتر ترجیح داده حالا بگذاریم که این زیر ریختن و تا تونستن طرفدار پهلوین ها از خجالت این دو نفر در اومدن و فضای توییتر، فضای اینستاگرام، فضای فیسبوک، فضای شبکه مجازی که میریم گروه های مختلف دارن به هم فوش میدن این اپوزیسیونی که سال پیش سن این قضایی اطلاف کوچیکی هم با هم کردن همشون دارن به هم دیگه فوش میدن، توهین میکنن، اصلا دیگه افشاگری میکنن و از این جداستن یه صحبت این آقای سیاوش اردلان نوشته بود بعد از حالا جریان که دیروز پیروز اتفاق افتاد و دیدن که خبر خاصی در ایران نشد ادعای گذاف برقراری حکومت نظامی مثلا شما ببینید خبرنگار بی بی سی فارسی نمیدونه حکومت نظامی تعریفش چیه حکومت نظامی در ایران حکومت نظامی شده بود چهار روز تعطیلی مثلا این فرد شورش نمیرسه که خب حالا آخر سفر همیشه تعطیلی بوده مثلا به حالا جمعه خورده به آخر هفته خورده اونم تعطیل بود اولا سه روز بوده چهار روز نبوده حالا چهار روز تعطیلی که بعد اتمام من نفعتون باشه که بیاین خیابون اعتراض کنید حالا شما مثلا دنبال اعتراض اینا میگه نه این چهار روز تعطیلی سه روز تعطیلی باعث شده مردم برن سفر پس مردم سفر و تفریحشون رو ترجیح میدن به شمایی که دو ماه دارید رو مخ مردم صبح شب راه میدید و برنامه پخش میکنید مخالفان در زندان بازداشت های گسترده اپوزیسیون نامحبوب حالا این حرفش حرف خوبیه اپوزیسیون نامحبوب بدون برنامه بدون هیچ آل، آلترناتیو اپوزیسیونی که هیچ چیز ایجابی برای مردم ارائه نمیکنه صرفا یه چیز نفع میکنه هیچ ایده ای نداره اپوزیسیونی که با وقاحت تمام از کشورهای خارجی درخواست مداخله میکنه یعنی اپوزیسیونی که فکر میکنه مردم ایران ب... ببخشید بنا نسبت احمقند حافظهشون حافظه ماهیه نمیبینن لیبی چه اتفاقی افتاده نمیبینن سوریه چه اتفاقی نمیبینن افغانستان چه نمیبینن عراق چه اتفاقی افتاده نمیبینن کشورهای مختلف چه اتفاقی افتاده همین لیبی که یک روزی آرزوی کشورهای عربی آرزوی کشورهای شمال آفریقا بود میبینید به چه روزی افتاده این سیل اخیر رو دیدید وقتی دولت نباشه وقتی حکومتی وجود نداشته باشه وقتی خلع قدرت به وجود بیاد هر بخش کشور دست یه گروهه زیر ساخت ها از بین رفته باشد چرا تو حمله نظامی چه در طی سالهایی که بالاخره داره جنگ و درگیری و روزمره هم نمیشه گذرون چه برسه به اینکه بخواد زیر رو درست بکنه زیر رو اصلاح بکنه همه اینا دست به دست هم میده که در واقع این اتفاقات تلخ بیفته درسته یه بلای طبیعی میفته همه جا بلای طبیعی میفته ولی این بلای طبیعی وقتی هیچ آمادگی نیست وقتی زیر خرابه وقتی امکانات نیست وقتی نمیشه رسیدگی کرد خب فجایع رو بیشتر و بیشتر میکنه وقت یه همچین اپوزیسیون وقیهی که از خارجی از بیگانه میخواد که چیکار کنه بیاد مداخله کنه کمک کنه به مداخله اینا فکر میکنن که مثلا مردم حالا میرن گول اینها رو میخورن میگه تعجب نداره که اعتراض های امروز گسترده نبود حالا این بالا فکر دو روز پیشه حامیان حکومت میتوانن به کارآمدی ماشین سرکوبشون ببالند ولی نه به پایگاه اجتماعیشون فتح دلها از فتح خیابانها به مراتب تر است حالا در مورد اینکه اعتماد عمومی باید بیشتر بشه ما قبلا هم صحبت کردیم بیشتر هم صحبت کردیم وضعیت اقتصادی وضعیت اجتماعی اینها این جای خودش داره ولی دیگه این قلوبی که در واقع این خبرنگار بی بی سی فارسی میکنه هم به خاطر به نظر من تو دهنی هستش که اینها خوردن این جمله است که حالا من در جواب نوشته بودم دیگه منم برای چند هفته 90 درصد صفحه اول بی بی سی فارسی و برنامه هام رو اختصاص بدم به یک موضوعی و آخرش هم زایه بشم باید رو بیارم به هزیانگویی که البته با دالزاله من اشتباه نوشتم فارسی اینجا آب رفته حداقل رحمی به حال کسانی مثل من بکنی که چندین سال صبح به صبح وبسایت بی فارسی رو چک میکنن بسیار حال به همزن شده در واقع اون محتوای بی بی سی فارسی در این اواخر این یک برنامه بود در که من لینکش حالا میذارم پایین همین برنامه که این حدود دو سه ماه بعد از اتفاقات سال پیش که شروع شده یعنی دو سه ماه بعد شاید حدود مثلا راحت بهتون بگم ده ماه پیش من این برنامه رو ضبط کردم و یه مصاحبه بود صحبت کردم و اون موقع گفتم که چطور این رهبران خودخوانده جریان جنبش زن زندگی آزادی اینها به اختلاف خواهند خ. اونجا بحث ریشه ای کردم و چند تا فیلم دیگه هم همون زمان ها درست کردم سال پیش که البته بیشتر ایرانیان خارج از کشور بود خب خیلی از این ایرانیان خارج از دوستان ما در طی این سالها بودن ارتباط داشتیم دوستانی که از زمان ایران هم بودن اومدن خارج خیلی هاشون هم واقعا نیت پاکی دارن یا حداقل دلسوز وطن هستن ولی در ماجرای سال پیش واقعا گول خوردن و من امیدوارم که واقعا درک کنن اشتباهاتی که انجام دادن درک کنن که نباید گول این افرادی رو بخورن که عکسشون رو اینجا میبینیم و هر کدوم یک اجندای خودشون دارن یک برنامه خودشون دارن. هر کدوم دنبال منافع شخصی خودشون هستن نباید بعد گول اینا رو خورد نه گول کشورهای خارجی رسانه های بیگانه رسانه های فارسی زبان خارج از کشور سیاست مداران کشور نه بعد گول اینا رو نه همه دنبال منافع خودشون زندگی خودشون پولدار شدن خودشون دروردن فاند از جا، سازمانهای سازمان های جاسوسی از اندیشکده های مختلف از گروه های مخالف از دولت های مختلف اینا دنبال پول خودشونن همه این افرادی که میبینید کلی در این سال اخیر پول به جیب زدن کافی اینا برگه های مالیاتشون رو رو کنن تا شما ببینید چند برابر پولشون نسبت به سالهای قبل بیشتر شده از چی چون مثلا بیزنس ایناست کار اینا اینه و خوشحال میشن یعنی اتفاقات مثلا شلو بشه تو ایران اینا به فکر اصلاح نیستن اصلا سواد این موضوع رو ندارن من یعنی زمین هم صحبت کردم ما توی خود انقلاب آمریکا شما میبینید توی انقلاب کشورهای اروپایی که حالا یعنی اون اصلاحات اجتماعیشون اصلاحات سیاسیشون کسانی که سردم دارن معمولا آدم های باسواد آدم های اندیشمند خب نمیخوام بگم مثلا دانشمند فلان یا اندیشمند آدم های باسواد آدم های باشعور آدم های که خیلی هاشون خودشون فدا کردن برای جامعه اینا یعنی واقعا آدم تعجب میکنه یه مش مثلا سلبریتی و دولیبریتی و نمیدونم آدمایی که یه کلمه سواد ندارن آدمایی که دنبال یه داستان های دیگه ای هستن من امیدوارم که در واقع تجربه بهتری پیدا کنیم در این زمینه ها یه نکته هم جالبه که چند روز پیش در کمیته روابط خارجی سنای امر... مجلس نمایندگان آمریکا که الان دست حزب جمهوری یعنی اکثریت هستن و خب مسئولین اصلی هر کدوم از این کمیته های زیر مجموعه مجلس هم رئیس و ایناش هم معمولا از اون حزبی هستن که پیروز شده یه جلسه گذاشتن و یک سری آدمای تونرو رو دعوت کرده بودن که حالا بهتون معرفی میکنم نوشته که تقریبا همه متفق القول بودن مشکل اینه که آمریکا به اندازه کافی به ایران فشار نیاورده از تحریم های خورکننده تا حمله نظامی صحبت شد یکی گفت ما وحدت رویه نداشتیم یکی گفت مماشات ما کردیم یکی گفت سرمون به چیز دیگه گرمه این یعنی چی وحدت رویه نداشتیم که خب همین اپوزیسیون بدله خدای بدبخت بیچاره است یکی و اینکه مثلا آمریکا و مثلا اروپایی و دولت دولت‌ها نیومدن شما یکی گفت مماشات کردیم اینا هم که آقا مثلا بعد تحریم‌های دولت ترامپ رو ادامه میداده هر که ادامه دادن ها به شکست خوردن یعنی از وقتی که مثلا دولت‌های رئیسی اومد اینا هر کاری کردن به شکست خوردن نتونستن جلوی پیشرفت ایران رو بگیرن که بخشش به خاطر دولت‌های رئیسی است بخشش به خاطر تغییر شرایط منطقه هست و کاری که نیروهای مقاومت کردن ایستادگیشون در یمن در سوریه، عراق، لبنان که اصلا شرایط رو تغییر داد و عربستان مجبور شد، بخشش هم برمیگرده به بحث جهانی، یعنی تغییر پارادایم و نظم جهانی همه اینا دست به دست هم می‌ده. من همیشه گفتم این سه بحث ت... سه سطح تحلیل رو باید داشته باشیم. یکی هم که مثلا گفته سر اون به چیزای دیگه گرم بود، یعنی خب بله برای آمریکایی‌ها من اینو چند بارم گفتم مسئله چین، مسئله اوکراین، مسئله تغییرات آب و هوایی م... مسئله مهاجرین که از آمریکای جنوبی میان و خیلی چیزای دیگه اهمیت بیشتری داره تو حوزه ایران حوزه ایران برای مردم آمریکا اهمیت اونچنانی نداره که حالا سالانه چند میلیون دلار چند میلیون دلار چند ده میلیون دلار سالانه سرمایه گذاری کنن رو اپوزیسیون ایران که آخرش چی بشه پول این تکس پیرا مالیات دهندگان بنده خدای آمریکایی پول بدن به این افراد که این افراد بخورن و تنفروشی فروشی بکنن و آخرش هم کاری نتونن بکنن مثل شرایطی که الان پیش اومده خب این خانومی که معرف حضور همه هست ایشون آقای بهنام بن هست که ایرانی آمریکاییه و در اف دی دی کار میکنه در همون بنیاد دفاع از دموکراسی و بنیاد به اصطلاح دفاع من یه مناظره با ایشون در بی بی سی فارسی جزء اولین مناظرهام هست تو صفم هست برای دوستان دوست داشتم برن ببینن که ایشون خب طرفدار ترامپ بود در زمان فشار علیه بود و من هم موقع جالب در واقع اونجا توضیح دادم که به شکست خواهد انجامید سیاست آقای ترامپ و عجیبم بود برای خیلی از افراد در اون زمان که با اون قاطعیت ولی تحلیل بود که گفتم ایشون خانم سوزان ملونی هستن این آقا رو نمیدونم دقیقا کی هست حالا اگه بدونم بعدم بهتون میگم خانم سوزان ملونی جالبه ایشون حالا تنها کسیه که اینجا ایرانی نیست البته ایشون هم ایرانی اصل نیست ایشون ایرانی اصل نیست اما شوهر ایشون ریتکی است آقای ریتکی رو حالا خیلی از دوستان میشناسن که در اه, یکی از تونروهاست یکی از تونرو ترین افراد ایرانی اصله تو ایران به دنیا اومده شوهر ایشون اه, خیلی ضد ایران ضد برجام کلا طرفدار ترامپ فشار حداکثری و اون سیستمی هستش اه, توی کانسل اف فارنلیشن شوهر ایشون اه, یعنی اون اه, شورای سیاست خارجی آمریکا توی اون اندیشکده بزرگ اه, دو اه, حزبی هست یعنی اون که ای که حزبی نیست یه اندیشکدهی که به همه سیا... مجموعه سیاست خارجی آمریکا مشاوره میده خود ایشون در بروکینگز هست خود ایشون در اندیشکده بروکینگز سالهاست اونجاست و سالهاست در مورد ایران و خاور میانه می نویسه اما ایشون طرفدار برجام بود طرفدار سیاست اوباما بود در مورد ایران این نکته ای هست که میخواستم بهتون بگم و بذارید من فقط این رو به شما نشون بدم این خانم سوزان ملونی هستش اینم یکی از نمایندگان هستش کانالی که آقای سیاوش اردلان می که تنها صدای معتدل از جری کانالی نماینده کنگره و سوزان ملونی مهمان جلسه بود که گفتم برجام بیشتر از هر چیزی آمریکا رو به هدفش نزدیک کرد چون ایران داشت کاری رو میکرد که ما میخواستیم و زمینه برای دستاوردهای بزرگتر فراهم میشد ولی الان دورتر از هر زمان در رسیدن به هدفهامون هستیم و این جمله بود که ما از قبل بسیار در موردش صحبت کرده بودیم و اون هم این که متاسفانه دولت خود برجام حالا با همه خوبی بدیش جای خودش اما تمام رفتاری که دولت روحانی بعد از برجام داشت حتی زمانی که ترامپ اومد سر کار دقیقا بر اساس خاصه و برنامه‌ای بود که آمریکایی‌ها دولت اوباما چینده بود آقای جان کری چینده بود و این باعث تاسف میدونیم که برجام قدم اول برای مسائل دیگه بود که با حماقت ترامپ در واقع این نقششون هم از بین رفت و این نقششون در واقع کارگر نیفتاد دیگه حالا اینجا من یه سوال پرسیده بودیم که نفر سمت چپ کی هستش که ایشون گفتن آقای نورمن رول من حالا واقعا نمیشناسم بعد برم یه سرچ بکنم ببینم این آقایی که اینجا هستن نورمن رول کی هستش که حتما یکی از افراد ضد ایرانی خیلی خفن هست این سه نفر قاعدتا خیلی ضد ایرانی هستن و این دو نفر که معرفی کردم بهتون میشناسید این خانم که میشناسید آقای بهنام بنتالب طالب ایرانی و خانم سوزان ملونی تنها شخصیتی که اینجا جزو مهمانانی که دعوت شده بودن دعوت میشن در جلسات پرسش و پاسخ صحبت میکنن شهادت میدن حرف میزنن نظر مشورتشون میدن تنها کسی بوده که در واقع تونسته نظر یه ذره معتدلی داشته باشه و متاسفانه اینجوریه در بیشتر اندیشکدهای آمریکایی و خبرگزاری های آمریکایی که ایرانی هستن نه همشون اما اکثر ایرانی هایی که هستن متاسفانه جزو دست راستی ها تون رو ها و به اصطلاح وطن فروش افراد هستن یعنی خود آمریکایی ها تعجب میکنن که آقا این طرف ایرانی چرا اینقدر تنده چرا اینقدر نسبت به کشورش دعوت چیز داره من یه جوابی که هم داقی سیاه شهردان این بود که یعنی گزینه حمله نظامی خیلی وقته که از روی میز داشته شده حتی زیر میزم نیست زیر زمینه اصلا دیگه گزینه حمله نظامی در شرایط حاضر منطقه جهانی ایران و آمریکا داخلی ایران و آمریکا اصلا گزینه حمله نظامی وجود خارجی نداره و گزینه حمله نظامی منظورم یه جنگ تمام عیار را که اشغال ایران بشه نه حالا دو تا موشک اینور بزن سیاست فشار حد اکثری اقتصادی تحریم های یک جانبه، آمریکا با همراهی اروپا مشخصا شکست خورد پس سیاست فشار حد اکثری ماکسیمم پرشر در حوزه اقتصادی که همش هم اون موقع حوزه اقتصادی بود اگر به صورت یک جانبه باشه یعنی آمریکا یونی لترال سانکشن بکنه تحریم‌های تحریم های یک جانبه بکنه مشخصا به شکست خورد اما حزب دموکرات و دموکرات ها وقتی سر کار میان استاد سیاست ترکیبی هستند در سیاست خارجی مخصوصا در مورد استفاده از دیپلماسی جنگ روانی و سایبری عملیات خرابکارانه و جاسوسی نفوذ فشار اقتصادی و بازدارندگی دفاع پس اون چیزی که اوباما رو به موفقیت رسون البته در داخلم حالا بحث بود جای خودش داره اون چیزی که دموکرات ها رو موفق میکنه نسبت به جمهوری خواهی که معمولا کل خرترن در سیاست خارجیشون اما دموکرات ها بسیار زرنگ عمل میکنن اینه که در از تمام اهرم‌هایی هایی که برای پیشبرد سیاست خارجیشون دارن به نحو احسن استفاده میکنن و همه رو به صورت ترکیبی استفاده میکنه. گفتیم دیپلماسی هست جنگ روانی و سایبری همین کاری که در سال پیش تا الان انجام شد توسط رسانه توسط در واقع حوزه نفوذی که در داخل کشور داشت عملیات خرابکارانه و جاسوسی فشار اقتصادی که میارن و بازدارندگی یعنی همه اینها رو به صورت ترکیبی انجام میدن نه اینکه صرفا با یک گزینه بخوان جلو بیان خب امیدوارم که موفق باشین و برنامه امروز ما در مورد کاری بود که و کسی بود که این گروه های اپوزیسیون رادیکال نسبت به جمهوری اسلامی کردن من کاری با مخالفت با جمهوری اسلامی ندارم انسان های حتی با خیلی از کسانی که صحبت میکنیم حالا به هر دلیلی مخالف جمهوری اسلامی یا خودشون تجربه تلخی داشتن یا سیاست های جمهوری اسلامی رو نیم پسندن یا ساختار رو نیم به هر دلیلی افراد محترم قابل احترام افرادی که ایده دارن افرادی که واقعا دلسوزن افرادی که اینا هستن دیدیمشون صحبت کردیم باهاشون و ما صداشون هم کمه برای اینکه خب رسانه ها دنبال چیز دیگه هستن اندیشکده های آمریکایی سازمان های جاسوسی سازمان های اطلاعاتی اینها دنبال چیزهای دیگه هستن دنبال منوف دادن و شنا کردن و استفاده از این فرصت هایی هستن که مثلا این خانم مسیح علی نژاد ایجاد میکنه اون عکس خانم مسیح علی نژاد با آقای پومپو رو یادتونه اون عکس اون خانم بازیگری که با این جکس سولیوان انداخت فکر نازنین بنیادی بود با جکس سولیوان یادتونه این اینها دنبال این قضایا هستن ما من اسم اپوزیسیون هم نذاریم بگم ما مخالفین با شرفی که مخالف دخالت بیگانه هستن از اینا داریم آدم های سالمی, سالمی هم هستن خیلیاشون ولی خب میدونیم که در واقع در این بازی جنگ روانی که وجود داره اهداف کشورهای غربی بر این هست که اشخاصی خود فروخته اشخاص حقیری که دیدیم در تصاویر و نام بردیم و رهبران خودخوانده اینها رو بگیرن با اینها مانو بدن یه مدتی خودشون بگذرن یه فاندی بدن یه دور همی باشن و در واقع دورانی رو دور هم بگذرنن و سعی کنن از این شلوغی های ایران و اتفاقاتی که در میافته میفته در میز مذاکره استفاده کنن که در این زمین هم صحبت کردونیم البته آمریکا خب نتونست این کارو بکنه در میز مذاکره موفق باشه و دیدیم که در مبادله جاسوس ها، مبادله زندانیان دو تابعیتی در نهایت مجبور شد شرایط ایران رو بپذیره چیزی که میتونه سه سال پیش در وقت انجام بده و به تاخیر بندازه امیدوارم موفق باشید اگر خوشتون اومد لایک کنید با دوستانتون به اشتراک بذارید کامنت رو برای من بذارید و باز بازم ازتون خواهش میکنم که کانال رو به دوستانتون معرفی کنید هر کنون از شما اگه بتونید یک نفر رو ازش بخواید که عضو کانال بشه من از شما خیلی سپاسگزار خواهم بود موفق باشین خداحافظ